به نام خدا. سلام و عرض ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه تراتل، همراهان همیشگیمون در کن نیوز. به یکی دیگه از قسمت‌های تراتل خیلی خیلی خوش اومدید. در 11 روز از زمستان سال 1400 در خدمت شما هستیم با یه قسمت دیگه از برنامه تراتل. امیدوارم که زمستان رو خوب شروع کرده باشید و این زمستان به سپیدی برف باشه براتون انشالله. یه تبریک هم باید بگم به هموطنهای مسیحی عزیزمون، با تأخیر کریسمس رو تبریک میگم و همچنین امروز هم که اول ژانویه است آغاز سال 2022 رو تبریک میگم، هم به هموطنهای عزیز مسیحیمون و هم به مخاطبایی که از هر کجای دنیا همراهمون هستن. انشالله که سال خوبی باشه، پر از سلامتی. رسیدیم به موضوع دیسپچری. خدا رو شکر، خدا رو شکر، بعد از خیلی وقتی که من قولش رو داده بودم به بینندگان عزیز برنامه چاته، فکر میکنم در قسمت 4 یا 5، یعنی یه چیز حدود تابستون سال پیش، این قول رو داده بودیم که به موضوع دیسپچری هم ورود کنیم و در خصوص این حوزه جذاب از هوانوردی هم اطلاعاتی رو به مخاطبای عزیزمون بدیم. نمیدونم، واقعا نمیدونم چرا اینقدر طولانی شد این قول، اما نکته مهمش اینه که من همیشه که میخواستم یه مهمون جدیدی رو برای برنامه تراتا دعوت کنم یا به هر دلیلی هماهنگی میکردیم، یه برنامه ریزی میکردیم، این تو ذهنم بود که چرا مهمونمون دیسپچر نیست، چرا واقعا به این حوزه نمیرسیم و چرا به قولمون وفا نمی کنیم. خدا رو شکر، واقعا خدا رو شکر که به این قولمون هم داریم وفا می کنیم. وفای عهدمون باشه انشالله و امیدوارم که گفتگوی خوبی باشه. امشب دیگه یه ذره راحت باید بخوابم که از این موضوع هم گذر کردیم. یه تیزر ببینید، خیلی خیلی سریع برگردید گفتگومون رو با یکی از دیسپچرهای درجه یک کشورمون شروع کنیم. خوش اومدید. همونطوری که از قبل اعلام کرده بودیم، آقای مهندس بابایی از در کنارمون هستم و قراره که به قول بچه خلبانی اپروچ کنیم به موضوع دیسپچری. آقای مهندس سلام و عرض ادب خدمت شما، خیلی خوش اومدید به برنامه تراتل. خواهش می‌کنم یه سلام و احوالپرسی با بینندگان بی‌نظیر ما داشته باشید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همکارانتون و بینندگان عزیز برنامه تراتل. ممنونم که دعوت کردید و سلامت به قول خودتون موفق شدید که یک نفر دیسپچر بیاد و در مورد حوزه دیسپچری یه توضیحاتی بده که ایشالله که مثمر ثمر باشه، ایشالله که لذت ببرن از این گفتگو انشالله. آمانس، ما به طب یه توضیحاتی در خصوص مهمونمون میدیم به بینندگان عزیزمون، اما ممنون میشم شما یه ذره باز کنید در خصوص خودتون، یه توضیحاتی داشته باشید و بفهمید که سوابق تحصیلیتون به چه شکلی بود و ببینیم که چجوری وارد صنعت هواپیمایی شدید. عرض کنم خدمتتون، من رشته تحصیلیم رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه آزاد تبریز دارم. سال 84 فارغ التحصیل شدم. از سال 90 توسط یکی از دوستانمون آشنا شدم با صنعت هوانوردی. از اونجایی که ایشون خیلی مهیج داستانها رو تعریف میکردن برای ما، این هیجان و این علاقه بیشتر شد. تا سال 92 وارد هواپیمایی شدم، یعنی حوزه هوانوردی شدم و سال 92 فعالیت دارم. حالا بخش های مختلف بودم که تو طول برنامه انشالله عرض میکنم خدمت. خیلی عالی. یه سوالی ما داریم توی برنامه تراتل، سوال همیشگی، یعنی هر کسی که حالا روی این صندلی نشسته یا به صورت لایو در کنارمون بوده به این سوال پاسخ داده و اون اینه که علاقتون به هوانوردی از کجا شکل گرفت؟ آیا قبل از این که حالا سال 92 میفرمایید علاقه به هوانوردی داشتید؟ این حوزه براتون جذابیت بود یا نه بعد از تشویق اون دوستمون و اینکه شما تصمیم گرفتید که حوزه کاریتون رو بیارید به سمت هوانوردی؟ عرض کنم خدمتتون، معمولا آرزوی هر بچه‌ای که میپرسن وقتی که میخواد چی کاره بشی، معمولا میگن خلبان، دکتر. بعد این علاقه از بچگی هست، ولی این که به صورت
جزئیات، یعنی با جزئیات اگر بخوام عرض کنم، از سال 90 توسط یکی از دوستانم آشنا شدم با حوزه هوانوردی و طبق اون تعاریفی که ایشون هر روز از سر کار برمیگشتن برای ما تعریف میکردن، بر ما هیجان خاصی داشت. آشنا شدم به مرور زمان توسط ایشون تا سال 92 وارد این حوزه شدم و تقریبا میشه گفت یه تغییر رشته هایی هم انجام دادم. یه 3-4 سال توی حوزه بودم، بعد اومدم حوزه دیسپچری. خیلی هم عالی. خب پس الان وقتشه که بریم ببینیم که این تغییر حوزه ها به چه شکلی بوده. سابقه کاریتون رو برامون باز کنید لطفا. سال 92 استخدام شرکت هواپیمایی شدم تو حوزه آیتی. از سال 94 توسط یکی از دوستان دیگه‌مون، چون دیگه وارد این حوزه شدم، یه سری دوستانی رو پیدا کردم که تو واحدهای مختلف داشتن فعالیت می‌کردن. خب ما یه در بحث هوانوردی فقط یه حوزه خلبانی و فنی رو می‌شناختیم، حوزه‌های دیگر رو زیاد واقف نبودیم بهشون. توسط این دوستمون با حوزه دیسپچ آشنا شدم. به مرور زمان چون کارهایی که انجام میدادن تکراری نبود و مهیج بود و هر روز یک برنامه جدید داشتن، علاقمند شدم به این حوزه. سال 94 لایسنس دیسپچریم رو گرفتم و از سال 94 تو هواپیمایی آتا به عنوان دیسپچر مشغول به کار شدم. سال 90 و اواخر سال 95 به عنوان رئیس دیسپچ هواپیمایی آتا منصوب شدم و الان تو حوزه مدیر مرکز کنترل پرواز، مرکز کنترل عملیات پرواز در خدمتم و سعی میکنیم که همیشه ایشالله پروازهای ایمنی رو داشته باشیم و هر آنچه که در توان داریم شرکت رو به جلو به پیش ببریم. درود بر شما. شاید اینطوری بشه حوزه دیسپچری رو معنا کرد یا تعریف کرد که یه ذره اگر بخوایم صادق باشیم به دور مانده از بقیه بخش های صنعت هوانوردیمون. خلبانی که در رأس و در قله این کوه، هم مهمانداری، حوزه مهندسی تعمیرات به ترتیب در بخش های بعدی، اما دیسپچر شاید یه واژه ناآشنا باشه، حالا نه برای اهالی صنعت اما برای کسانی که از دور به این صنعت نگاه میکنن، علاقمند به این صنعت هستن و به نوعی موقعی که یک نفری میگه دیسپچر، شاید اولین بار که کسی بشنوه اصلا ندونه چی کار میکنه و حتی بعد از این که چندین بار براش توضیح داده شد که آقا دیسپچر این کارها رو انجام میده، باز هم این گرهه باز نمیشه. یک نقطه خاکستری، یک گری پوینت همیشه توی مغز اون فرد میمونه. شما راحت این دیسپچری رو برامون معنا کنید. دیسپچر کیه آقای مهندس؟ عرض کنم خدمتتون، دیسپچر ما دقیقا یادم به دورهایی که داشتیم میگذروندیم گفتن دیسپچر یعنی خلبان زمینی و دقیقا هم دروسی که تدریس میشه تو دوره دیسپچری تقریبا با دوره های گراند خلبانی یکسانه. اون زمان میگفتن خلبان زمینی، ما زیاد باور نمیکردیم واقعیتش، ولی بعد که خودمون وارد شدیم دیدیم بله دقیقا اون دروسی رو که داریم میخونیم مطابق با دوره های گراند خلبانی هست. دیسپچر وظیفه اصلی که داره کلیه اطلاعات مربوط به انجام یک پرواز، این که پرواز شروع بکند به تاکسی و تیکاف و تا لندش چه برنامه‌ای داشته باشه، چه طرحی داشته باشه، چه مسیر پروازی داشته باشه، بررسی هوای حال حاضر و مسیرمون، بررسی اینا رو انجام میده از منابع مختلفی که در اختیار داره ایشون، اینا رو تفکیک میکنه و در اختیار خلبان قرار میده. یعنی به صورت کلی اگر بخوایم بگیم، تمامی اطلاعاتی که برای یک پرواز، اطلاعات و مدارکی که برای انجام یک پرواز از صفر تا صدش نیاز هست رو دیسپچر آماده میکنه و تحویل کروی پروازی میده.
خیلی خوب، ممنون واقعا. دیگه این فکر کنم بهترین تعریف بود، خلبان زمینی چه. اگر بخوایم بگیم به نوعی میشه عبارت چیه که دیگه در ذهن میمونه. اینجوری میشه. من بریم سراغ کسی که یک فردی که علاقمنده به این که تو حوزه هوانوردی کار کنه و خب طبیعتا دلش بخواد دیسپچری رو ادامه بده، نحوه ورود به رشته‌های دیسپچری چه شکلیه و نیازهای این رشته چی هستند؟ نیازهاش منظورم هم از نیاز آکادمیکه، یعنی فرد تا چه اندازه‌ای باید تحصیل کنه، و از یک بعد دیگه هم نیازهاش به نیاز شخصیتیه، یعنی چه ویژگی‌های شخصیتی رو باید یه نفر داشته باشه که بتونیم بهش اطلاق بکنیم که یک دیسپچر خوبه. الان پیش نیازهایی که لازمه برای انجام دوره‌های دیسپچری، حداقل مدرکی که از لحاظ آکادمیک باید باشه دیپلم هست، تا حدودی مسلط به زبان انگلیسی رو باید داشته باشن و کارت پایان خدمت. توی دوره‌های دیسپچری تو آموزشگاه‌ها و مؤسسه‌هایی که مورد تایید هواپیمای کشوری هستن ثبت نام میکنن، یک دوره 6 ماهه حالا به طور میانگین انجام میشه. بعد از انجام این دوره یک آزمونی از توسط خود مؤسسه گرفته میشه، بعد از اتمام اینا یه سرتیفیکیتی به اون نفر داده میشه که معرفی میشه برای آزمون کتبی سازمان. بعد از اینکه آزمون کتبی سازمان رو قبول شدن، میرن برای دوره کارآموزی که به مدت 80 ساعت هست. اون دوره کارآموزی که تموم شد، یه اسکیل تست یا همون تست مهارت شفاهی توسط سازمان هواپیمایی کشوری انجام میشه و در نهایت لایسنس دیسپچری رو میتونن بگیرن. در خصوص نیازها هم میفرمایید ویژگی شخصیتی؟ یه معمولا دیسپچ چون یک محیط پر استرسی هست و معمولا هر روز وقایع جدیدی توش اتفاق میفته، اینکه از درجه هوش یه خورده بالاتری برخوردار باید باشن، بتونن اون استرس رو مدیریت بکنن، توانایی انجام و فکر کردن همزمان به چندین موضوع رو داشته باشن، بتونن مدیریت ریسک داشته باشن، مدیریت بحران داشته باشن. این یه سری ویژگی هاست که یک دیسپچر قطعا بهش نیاز داره و بتونه منیج کنه بین این موضوعات مختلفی که هر روز تو صنعت هوانوردی داره اتفاق میفته. خیلی هم عالی. آیماندس، از صحبتتون وام میگیرم فرمودید که استرس محیط کار دیسپچری خیلی بالاست. به چه شکلی شما این استرسی که حاصل از باز هم از صحبت شما بخوام وام بگیرم هماهنگی های زیاد یک پروازه توسط یه دیسپچر هندل میشه؟ این هندل شدن هم باید به نحوی باشه که به کارش لطمه‌ای وارد نشه، ضمن اینکه همه موارد در اون لحظه‌ای که مد نیازه مورد نظر هست به سرانجام برسه. این استرس رو چجوری هندل میکنید؟ بستگی به مهارت‌های فردی هر شخص داره. ما نمیتونیم بگیم که استرس رو به صورت مطلق میتونیم کنترل بکنیم، ولی معمولا منیج توی دیسپچ‌ها اینجوری شکل میگیره که چون پاره‌ای از اطلاعات از سورس‌های مختلف گرفته میشه، این تفکیک وظایف رو توی دیسپچ انجام میدن که هر شخص یه وظیفه خاصی رو داره و اون شخص باید بتونه اون در اون لحظه استرسش رو کنترل بکنه. حالا این متدهای مختلفی میتونه داشته باشه، میتونه طرف خودش رو به روز و آپدیت نگه داره، نالجش رو ببره بالاتر، مسلط باشه به قوانین روزی که توی صنعت هوانوردیمون هست و جایی برای سخن نامفهومی وجود نداشته باشه. اینکه بتونه در اون لحظه تصمیم درست رو بگیره، اینا نیازمند یه سری تجربه هم هست، یه سری تجارب هم هست که قطعا اینا تأثیر میذاره تو تصمیم گیری نهاییش و روند کاری که انجام میده. ممنونم. آقای مهندس، شیفت های کاری یک دیسپچر به چه شکلیه؟
به تب باید در هنگام عملیات هوانوردی اون دیسپچر در محل فرودگاه حاضر باشه و نمیشه که به نوعی برنامه ریزی شده باشه و بعد حالا خلبان ها بیان و کار خودشون رو انجام بدن و عملیات هوانوردی روتین انجام بشه، باید یه دیسپچر حضور داشته باشه دیگه، درسته؟ بله، معمولا دیسپچ به صورت 24 ساعته در دسترس هست. قبل از انجام پرواز همونجور که خودتون استادید یه سری مدارک پروازی باید تهیه بشه توسط دیسپچ. این مدارک پروازی حالا آیتم های متنوعی داره، نوتم، ATC، فلایت پلان، دیتاهای مربوط به ودر و OFP و حالا یه سری مدارک تخصصی. این قبل از اینکه کرو تشریف بیارن دیسپچ توسط دیسپچر آماده میشه، تو یک فولدر پروازی گذاشته میشه و آماده برای تحویل به کروی پروازی میشه. وقتی این مدارک پروازی آماده باشن، به تبع کرو اون کارایی لازم رو دارند و بیشتر هم خواهد بود. به خاطر همین شیفت ها 24 ساعته هستن، یعنی 24 ساعته شیفت اوکی هست، یعنی برقرار هست. معمولا الان تو شرکت هواپیمایی که ما فعالیت داریم شیفت ها به صورت 12 ساعت محل کار تشریف دارن، شیفت هستن، 24 ساعت استراحت دارن، بعد 12 ساعت شب، 48 ساعت استراحت در منزل. ولی به صورت 24 ساعته ما هم حتما اونجا توی دیسپچ که معمولا دیسپچ همه ایرلاین ها توی فرودگاه هست شیفت رو داریم. حالا تا یه لبی تر بکنیم بریم یه تیزر ببینیم، خیلی سریع برمیگردیم. درود بر شما، خیلی خوش اومدید. گفتگومون رو ادامه میدیم. یه نکته مون در خصوص شیفت‌های کاری. حالا شما شیفت‌های کاری شرکت آتا رو گفتید. من سوالم اینه که در عرف هم حالا به این شکله یا نه احتمال داره که 8-16 باشه یا به هر نحوه دیگه. یعنی اینی که شما فرمودید 12-24 یا اگر شب باشه 12-48، این استاندارد رایج در دنیاست یا نه این کاستماایز شده آتا ایرلاین هست؟ نه، بستگی به شرکت ها داره، سیاست های شرکت داره، در واقع آپریشن منوال یا دیسپچ منوال شرکت ها داره. میتونه مینیمم رست بعد از شیفت شب 24 ساعت هست، ولی برای اینکه چون بهره وری بالاتری داشته باشه معمولا 48 ساعت رو در نظر میگیرن و میگم بستگی به سیاست های شرکت داره و اون قوانینی که توی آپریشن منوال یا دیسپچ منوال اون شرکت نوشته میشه داره. درود بر شما. از یک فولدری نام بردید و یکی از اجزای اون فولدر به نوعی فلایت پلان یا برنامه پروازی یک هواپیماست یا یک پروازه. من خیلی دوست دارم راجع به فلایت پلان بهمون بگید و اون که اولا فلایت پلان چیه؟ حالا به نوعی میدونن همه جز اساتیدن، همه جز بزرگواران صنعتن، اما برای کسایی که حالا به هر دلیلی نمیدونن یا دارن صرفا این برنامه رو نگاه میکنن تا از حوزه دیسپچری یه سری اطلاعات کسب کنن که اگر علاقمند هستن ورود کنن، فلایت پلان چیه، چجوری نوشته میشه، چه بخش هایی رو داره و چجوری، حالا بعد از اون برسیم به بریف کردن رو نگیرم، فلایت پلان چیه و چجوری نوشته میشه؟ دو نوع فلایت پلان داریم، یکی ATC فلایت پلان هست و یکی اپریشنال فلایت پلان. توی اپریشنال فلایت پلان یه سری اطلاعات رو به سیستم میدیم و خروجی که میگیریم مسیر پروازی، لول پروازی، اطلاعات مربوط به مسیر پروازیمون و یک سری اطلاعات فرودگاه مبدأ و مقصد توی اپریشنال فلایت پلان مشخص میشه و مقدار سوختی که نیاز هست تا این پرواز انجام بشه رو به ما میده. در مورد ATC فلایت پلان شامل یک مسیر پروازی هست. نوع پرواز چی هست؟ پرواز مثلا اسکجول فلایت، نان اسکجول و یه سری آیتم های دیگه. ولی اگر به صورت کلی بخوایم بهش نگاه بکنیم، آیتم های اساسیش روت پروازی، یعنی مسیر پروازی، طرح پروازی چه تو دیپارچر و چه تو ارایول،
و فرودگاه های جایگزین، یعنی به عنوان حالا چیز آلترنیت اگر بخوایم نام ببریم، توی فلایت پلن مشخص میشه و مشخص میکنیم که خلبان پرواز کی است، این فلایت پلن رو کی تهیه کرده، با توجه به سوختی که هواپیما داره چقدر چه مدت میتونه پرواز بکنه و یه سری آیتم ها، تجهیزات هواپیما چی هست، چه امکاناتی هواپیما برای حالت ایمرجنسی داره، شامل همین آیتم ها میشه که توی اون فرم خاصی که هست پر میشه و به امضای هم خلبان و هم دیسپچر میرسه. احتمالاً برخورد داشته باشن کسانی که حالا دارن پرواز میکنن که یه سری برگه های رد و بدل میشه، احتمالاً یکیشم فلایت پلن باشه. آیا من گفتید از مسیر پروازی، این مسیر پروازی رو چه کسی تعیین میکنه و خب آیا امکان این هست که اصلا برای مثلا میام یه پرواز تهران به مشهد بخوایم مسیرهای مختلفی رو انتخاب کنیم، توسط دیسپچر تعیین میشه، توسط حالا خلبان به نوعی تغییر ممکنه پیدا بکنه یا نه؟ اینو برامون یه ذره اگر بازش کنید. در مورد مسیرهای پروازی یک دیسپچره که مسیر پرواز رو مشخص میکنه، میتونه مسیرهای مختلفی باشه، بررسی میشه نسبت به اون نوتم هایی که ساده شده. احتمالا مثال عرض کنم خدمتتون، مثلا مسیر تهران مشهد که یک روتی رو ما استبلیش میکنیم و اعلام میکنیم که با این روت برن، احتمال داره یه نوتمی بیاد یه مسیر پروازی خاصی بسته باشه، یه روت خاصی بسته باشه و مجبور به تعویض اون روت پروازیمون بشیم. این کار توسط دیسپچ انجام میشه و کرو در صورتی که خودشون نسبت به تجربیاتی که دارن میتونن درخواست بدن که یک روت پروازی عوض بشه و مشکلی از این بابت هم نیست. ولی در کل یک دیسپچر داره مسیر پروازی رو مشخص میکنه و یه سری آیتم ها در نظر گرفته میشه. حالا خب معمولا ما میخواییم بریم جایی، سعی میکنیم زودتر برسیم. یعنی میاییم مسیرهای مختلف رو بررسی میکنیم تا نزدیکترین مسیر یا مسیری که کمترین میزان سوخت رو نیاز داره رو انتخاب میکنیم برای انجام پرواز و سیف بودن هم اولویت اصلی یک مسیر پروازی. آقای مهندس، یه تصویر فلایت پلن رو الان همکار من رحمت میکشه میندازه روی تصویر و خب اگر سوال قبلی من رو شنیده باشی که در خصوص فلایت پلن بود، یه همچین تصویریه که الان روی تا یه چند لحظه دیگه روی تصویر میبینید، الان داری روی تصویر میبینید، دقیقا اینجاست، دست من نبینید، دقیقا اینجاست، بله. این فلایت پلن یک وسیله پرنده است، چیزیه که دیسپچرها آماده میکنن. یه حالا مهندس کامل توضیح دادن، نیازی نمیبینم به دوباره بخوام چیزی رو ذکر کنم مبادا کم و زیادی بشه نسبت به فرمایشات شما. ممنونم از همکارمون آقای بابای اصل عزیز. یک عبارتی داریم به نام بریف کردن خلبان یا کرو پروازی. بریف کردن چیه؟ این انگار این سوالم به نوعی سه تا سواله. اولا چه عملی رو بریف کردن میگن؟ چه مراحلی داره و چگونه انجام میشه و کجا انجام میشه؟ یه جوری شد چهار تا سوال. خب بریف کردن، از بریف کردن اگر بخوایم شروع کنیم، کرو پروازی خب مسیرهای مختلفی رو میتونن انجام بدن تو طول روز. احتمال داره امروز مثلا به عنوان مثال اگر بخوام خیلی راحت بگم، شاید امروز برن تشریف برن تبریز، فردا برن مشهد و چون حجم دیتایی که هر روز داره پابلیش میشه خیلی زیاد هست، معمولا دیسپچرها فایل ها و مدارکی رو که آماده میکنند خودشون قبل از اینکه کرو تشریف بیارن یه مطالعه میکنن در مورد اینکه محدودیت هایی شاید باشه، محدودیت های عملیاتی فرودگاهی میتونه باشه، روت پروازی بسته شده باشه، نوتمی صادر شده باشه که ایفکتیو مسیر پروازی ما باشه، اینها رو مطالعه میکنن قبل از حضور کرو و وقتی کرو تشریف میارن داخل دیسپچ
تمامی اطلاعات رو که از قبل تهیه کردن و مطالعه کردن و آمادگی ذهنی دارن میتونن بریفینگ رو انجام بدن برای کروی پروازی. به کرو توضیح داده میشه که مسیر پروازیتون چه مسیر پروازی هست، چه طرح پروازی براشون در نظر گرفته شده، چه لولی رو براشون انتخاب کردن، میزان مصرف سوختشون توی اون مسیر چقدر هست، هواهای حال حاضر فرودگاه مبدأ و مقصد و مسیر پروازی توضیح داده میشه به خلبان، بریف میشن که مسیر پروازیشون چه هوایی رو داره، فرودگاه های جایگزین یا همون آلترنیت رو مشخص میکنن که اگر نیاز به دایورت کردن پرواز باشه بنا به هر دلیلی کدوم فرودگاه ها مناسب هست برای فرود برای اون تایپ هواپیما. این از بریفینگ. چه مراحلی داره که عرض کردم تو عرایزم؟ یک سری داکیومنت هایی هست که برای هر پرواز تهیه میشه. این داکیومنت ها از منابع مختلف گرفته میشه، به عنوان مثال هوای مسیر، هوای فرودگاه مبدأ، مقصد، همه اینها از سایت مثلا به عنوان مثال ایریمو که سایت هواشناسی کشور خودمون هست گرفته میشه، در فولدر پروازی گذاشته میشه. این اطلاعات چون به صورت چندین سورسه همه اینا جمع‌آوری میشه و به صورت واحد به کروی پروازی یا خلبان تحویل داده میشه. بعد گفتید کجا؟ توی دیسپچ. توی دیسپچ. شاید حالا مرسوم نباشه دونستن مکان دیسپچ، با ترافیک چه فرقی داره؟ ترافیک کارهای مسافری و حالت چجوری بگم بهتون، خیلی هماهنگی های مسافری، پرواز و رمپ و اینا رو انجام میده، ولی یه دیسپچر از لحظه ای که شروع به تاکسی میکنه یک پرواز تا تیک آف و لند در فرودگاه مقصد رو دیسپچر فالو میکنه، یعنی پیگیریش با دیسپچر. ولی ترافیک خب معمولا تا لحظه ایه که در هواپیما بسته بشه و کارشون تمام میشه. دلیل این سوالم این بود که احتمالا من میخواستم وقت اگر ابهامی وجود میاد برای بینندگان عزیزمون مبنی بر این که شاید دیسپچ رو با ترافیک یکی بدونن این برطرف بشه. چرا؟ چون اصولا موقعی که پرواز تأخیر پیدا میکنن مسافر دیگه قشنگ یاد گرفتن، همه میرن ترافیک، قشنگ اونجا بالاخره میدونن که یه نفر هست یه جوابی بده، دلیلی بیاره مبنی بر این که چه اتفاقی افتاده یا پرواز که قرار انجام بشه. میخواستم این ابهام برطرف بشه که این دوتا بخش جدا از هم هستند و هم فعالیتشون فرق میکنه کاملا و هم مکانهای جدایی را هم دارن. یکی از قشنگی های به نظرم هر کاری یه سری خاطراتیه که به وجود میاد و شاید این خاطره ها، شاید که نه حتما، این خاطره ها بین اهالی هر دفتری هر بخشی میمونه. ما تو برنامه تراتل هم همیشه سعی میکنیم اگر کسی یک بخش خیلی خاصی رو داره کار میکنه یا به هر عنوان یه وضعیت کاری داره که میشه از خاطراتی که به وجود میاد، از حالا حال و هوای اون اتفاقاتی که به وجود میاد براش برامون تعریف کنن و بپرسیم که خب اون حال و هوا به چه شکلیه، اون تعاملاتی که کارمندا با هم دارن و اون اتفاقای جالبی که پیش میاد چیه. من از شما هم میخوام که اگر خاطره مد نظرتون هست توی حوزه دیسپچ و توی کاری که یه دیسپچ انجام میده برامون تعریف کنید. فکر میکنم یکی از سوالات جذاب بخش های مختلف برنامه تراتل این باشه که ببینیم خاطره ها چه شکلی رفته. ما زمانی که دانشجوی دوره دیسپچری بودیم خیلی از اهمیت واحد دیسپچ و کار دیسپچری برای ما تعریف میکردم. ما واقعیتش زیاد باور نمیکردیم که انقدر کار ما حساس و مهم هست. یه روز نشسته بودیم توی دیسپچ، اگر بخوام به طور عامیانه، چون خاطره رو باید به صورت عامیانه، خیلی راحت چیز کرد، نشسته بودیم توی دیسپچ
مدارک پروازی رو داریم، تحویل خلبان، بریفینگ انجام شد، ایشون تشریف بردن، پرواز انجام شد توی شهر مقصد. به ما زنگ زدن از دفتر مرکزی که هواپیما از باند رفته بیرون، و اون لحظه بود که من استرس و اهمیت کار رو واقعا فهمیدم، چون همکاران یکی گریه میکرد، یکی خیلی ناراحت بود، دنبال این بود که چیکار کنیم، حالا باید چیکار باید بکنیم، به کی زنگ بزنیم. بعد اونجا من احساس کردم که کار ما از اون چیزی که فکر میکنیم خیلی حساس تره. حالا خودتون فرمودید متاسفانه زیاد نگاه گرمی به این حوزه نشده. اگر کسی از همکاران هم دارن لایو ما رو میبینن، من عذرخواهی میکنم، واقعیت رو باید بگیم، متاسفانه نگاه گرمی به این حوزه نشده. و خواهشی که دارم از مدیرا و معاونت هایی که درگیر کار هستن، یه نگاه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشن از هر لحاظ. ما در خدمت. درود بر شما، خیلی ممنونم. یه نکته آقای مهندس بابایی اصل عزیز هست، حالا خیلی جالب شما گفتید نمیدونستم که تو خاطراتون که کار ما انقدر حالا به نوعیش سختی داره و مهمه و اینو. آیا تا به حال توی این سالهایی که کار میکنید اشتباهی هم به وجود اومده که دلیل اون اشتباه حالا برگرده به دیسپچر که حالا یه اتفاقی بیفته، نه خدای نکرده سانحه؟ چون قطعا عزیزانمون میدونن که دلیل یک سانحه حالا توی صنعت هوانوردی فقط یک اتفاق نیست، یعنی ما یک اصل خیلی مهمی رو داریم به اسم زنجیره اتفاقات یا chain of events که میگه اگر یه سانحه میفته، ما درس پس میدیم آخر شما، اگر یک اتفاق، حالا منظور از اتفاق یک سانحه یا حادثه است، به وجود میاد، دلیلش این نیستش که یک نفر یک اشتباه رو انجام داده، دلیل اتفاقهای پی در پی و مکرر و در کنار هم و در راستای همه چند تا عضوه که اینا باعث یک سانحه میشه. و یک مدل خیلی جذابی هم داره این موضوع، مدل پنیر سوئیسی بهش میگن، و پنیر سوئیسی به این شکله که پنیر حفره دار متخلخله، مثل پنیری که توی تام و جری همیشه سرش دعواست، اینو یکی از اساتید ما موقعی که داشتن توضیح میدادن گفتن. و این اشتباهات به عنوان اون تخلخل‌ها یا به عنوان اون حفره ها ازش یاد میشه، اون کل پنیر رو به عنوان عملیات هوانوردی در نظر میگن، این اشتباهات، این حفره ها. اگر این حفره ها به نحوی پشت هم قرار بگیره که از این طرف پنیر بشه رفت اون طرف پنیر، یعنی این که یک سانحه اتفاق یا حادثه بر یک موضوعی به وجود میاد، و حالا به نحوهایی با روش های مختلفی، با قوی کردن آموزش، با افزایش بهره برای پرسنل، با نگاه خاص مدیران به عملیاتی که داره انجام میشه، همه اینا رو میشه گرفت. حالا من این توضیح رو دادم، جسارت کردم در حضور شما، میخوام بدونم که آیا موردی هم بوده که یک دیسپچر رو بشه به عنوان یک متخلف دونست در حوزه اتفاقات هوانوردی؟ قطعا میتونه باشه، قطعا میتونه. البته من یه چیزی رو فراموش کردم تو خاطره بگم که این یک مانور بود، بیشتر از مانور نبود، یعنی یک مانوری بود که انجام دادن، یعنی این اتفاق نیفتاده بود، ولی خب ما اونجا بالاخره متوجه شدیم که اهمیت موضوعی که داریم باش میشه گفت یه جورایی زندگی میکنیم چقدر زیاده. در مورد سانه هم بله میتونه اتفاق بیفته، ولی خوشبختانه داره مدیریت میشه، اینم با تفکیک وظایف توی دیسپچ، که همه وظایف به یک نفر سپرده نمیشه که اون درصد و احتمال خطا بره بالا. معمولا سعی میشه که از بین افرادی که توی شیفت هستن، حالا 2، 3، یا 4 نفر بستگی به اون نیازهایی که هست، وظایف تقسیم میشه و در آخر تجمیع میشه و به صورت یک فولدر واحد یا یک سری اطلاعات واحد به کوره پروازی تحویل میشه، و احتمالش هست
که در صورت اشتباه یک دیسپچر یک ثانعی هم اتفاق بیفته. شما تو تجربتون تا بال بهش برخوردین؟ نه خوشبختانه. نه برای خودتون ها، برای حالا اتفاقای حالا در صنعت هوا نوردی مثلا؟ والا ما شنیدیم، حالا اینکه چقدر صحت داره رو واقعیتش نمیتونیم قضاوت بکنیم. بله اتفاق من شنیدم که نوتمی صادر شده بود برای فرودگاهی بدون اینکه دیسپچر بریف بکنه، به قول شما حالا جزء سوالاتون هم بود، خلبان رو پرواز رو انجام داده بودن ولی منجر به سانحه نشده بود خوشبختانه، چون سوخت لازم رو برای فرودگاه های جایگزین و اینا داشتن، ولی با یک اشتباه کوچیک میتونه یه سانحه‌ای باشه که خدایی نکرده یک اون پشیمانی رو برای هممون به بار بیاره. چرا دور باشه سوانه هوایی از صنعتمون، اگرچه که واقعا همواره گفتن که سوانه و حوادث جزء لاینفک این صنعتن. البته نه این صنعت دیگه، هر صنعتی رو نگاه بکنیم، هر نوع و هر مودی از حمل و نقل، هر کاری بالاخره اشتباهات یک مواردی به وجود میاد. آیمانت به نظرم وقتش بریم یه تیزر ببینیم، برگرد موافق هستی؟ خیلی سریع برمیگردیم. خوش اومدید، ادامه میدیم صحبتمون رو با آقای مهندس بابایی از صحبت رو. اگر الان به جمعمون اضافه شدید بهتون بگم که در خصوص حوزه دیسپچری و فعالیت های این حوزه داریم صحبت میکنیم. صحبت خیلی شد، این بخش پایانی برنامه است. حالا اگر فکر میکنید مد نظرتون هست این حوزه، از ابتدای برنامه در اینستاگرام کننیوز به نشانی کننیوز.official حتما مشاهده بکنید. البته این نکته رو برای کسانی گفتم که به صورت لایو برنامه رو نگاه نمیکنن یا از طریق سایتمون و اینستاگراممون و ببخشید یوتیوب و آپاراتمون در برنامه نگاه میکنن. آقای مهندس، یه موضوعی که حالا این روزها هم با تجربه فصل سرما باش مواجه هستیم، بازگشت پروازها از میانه مسیر به دلیل وضعیت نامساعد آب و هوا در فرودگاه مقصده. در صحبت هاتون فرمودید که توی اون داکیومنت پروازی وضعیت آب و هوایی فرودگاه مبدأ و مقصد قرار داره. سوالم اینه که اگر اولا این اطلاعات لحظه‌ایه یا اطلاعات با پیشبینی، و اینکه اگر داره آب و هوا رصد میشه به این شکل که بدونیم در لحظه فرود هواپیما هوا بشه شکلیه، چرا یه پرواز برمیگرده، و یا اینکه چرا در کشورهای دیگه انقدر زیاد نیست این موضوع؟ خب طبق همون عرضایی که کردم، هوای فرودگاه های مبدأ و مقصد و مسیر پروازی توسط یه دیسپچر کاملا رصد میشه. اتفاقاتی که در واقع داره میفته، ما یه سری قوانین داریم که طبق اون میتوانیم پرواز رو ریلیز کنیم برای انجام یک پرواز. اینا یه اعدادی هن روی کتاب، ولی واقعیت میتونه باشه برخلاف این عددها باشه. به عنوان مثال یکی از فرودگاه ها رو که مینیمم ویزیبیلیتی که حالا خیلی مد نظر اکثر پرواز هست مثلا 800 متر هست، با گزارش هوای حال حاضر که اگر 800 متر هست پرواز ریلیز می شود برای انجام پرواز. خب طول مسیر یک پرواز به عنوان مثال فرض کنیم یک ساعته، هوا نیم ساعت به نیم ساعت و بعضن یک ساعت به یک ساعت گزارش میشه. پیشبینی ها هم یک سری پیشبینی ها هست که به صورت میتونه تفور، حالا اصطلاح هم میگیم، به صورت تمپروری باشه یا بیکامینگ باشه، بستگی داره که پیشبینی رو اداره هواشناسی به ما اعلام بکنه. ولی در واقع وقتی انجام پرواز منوط به این اعداد هست، از نظر داکیومنتی پرواز ریلیز میشه. موقع ارایول به فرودگاه مقصد این عدد میتونه بالا پایین بشه، یعنی واقعیت با اون چیزی که
ما یک ساعت قبل یا نیم ساعت قبل گرفتیم فرق داشته باشه. و اینکه توی کشورهای دیگه خب کمتر هست، چون هم هواپیماهاشون خیلی مجهزتر هست و هم کوروی پروازی نسبت به اون تجهیزاتی که روی اون هواپیما هست بریف شدن و کاملا آمادگی انجام پرواز حتی با دید خیلی پایین رو هم دارن. ولی توی ایران خب هم هواپیماهامون زیاد مجهز به اون تجهیزات نیستن و اینکه پیشبینی هامون هم زیاد واقعیتشو بخواید ریلایبل نیستن. متاسفانه نمیتونیم بهشون زیاد اعتماد بکنیم. پس حالا دلیلش هرچی هست اداره هواشناسی میتونه و خودش، چون اونا ما طبق داکیومنت پروازی یه پرواز رو ریلیز میکنیم بله. و برای ما مدرک اون چیزیه که گزارش میشه، ولی میریم میبینیم یه واقعیت، یک اتفاق دیگه است، یه پدیده دیگه است. آره، نوتر من خیلی لازم میدونم بگم که این اتفاق زیاد هم متاسفانه داره انجام میشه. حالا زیادی که میگم توی فصل سرما به این شکله و حالا مسافرها یه ذره ناراحت میشن. خب بالاخره یه تایمی رو هم تو پرواز بودن، هم تا نزدیکی شهر مقصد رفتن، دوباره باز دور برگشتن. این خطرات رو شاید یه سری واقعا هم حالا این موضوع هم هست که از حضور در پرواز فقط به خاطر کاری که دارن مجبورن برن تو پرواز، تمایلی ندارن. همه اینا رو باید بدونیم که انجام این پرواز برای شرکت هواپیمایی خودش کلی هزینه است. یعنی شرکت هواپیمایی خب به طب موقعی که داره برمیگردونه مسافرون، عملیات هوانوردیش تکمیل نشده، به طب باید یه خسارتی رو به مسافر بده، هواپیماش برنامه پروازیش به هم میریزه، کلی کار تأخیر به وجود میاد، کلی موارد دیگه. این نکته رو باید مسافرهای عزیزمون بدونن که موقعی که پرواز انجام میشه شرکت هواپیمایی خدای نکرده با این قصد و غرض همراه نیست که این پرواز بره حالا تا اونجا برگرده فقط مسافرها حالا مثلا مشکلی به وجود نیارن و این حرفا. همه این موارد برای شرکت هواپیمایی به صورت خیلی با نرخ بالایی مهمه، چون دیگه قطعا یه سری از موضوعات، یه سری که نه، یکی از اصلی ترین دلیل عملیات هوانوردی شرکت هواپیمایی اون هزینه ای که داره از مسافر میگیره و پول بلیط و اون بحث مالی شرکت. اینطوری نیستش، یعنی به خاطر همچین موضوعاتی بخوان هم برای هواپیماهاشون ساعت پرواز پر کنن، هم کرو رو حالا به نوعی استفاده بکنن به ساعت ناصحیح و هم مسافرها رو بخوان علاف کنن. دلیلش این موردی هست که آقای مهندس خیلی صحیح و جذاب بهش اشاره کردن. آقای بابایی از وضعیت جذب نیرو در حوزه دیسپچری به شکلیه، به چه شکلیه؟ آیا یک دانشجویی که داره دیسپچری میخونه به زودی دستش تمام میشه، آیا باید منتظر این باشه که بیاد سر کار یا نه؟ در واقع اگر بخوایم خیلی کلیر صحبت بکنیم، صادقانه بخوایم صحبت بکنیم، جذب تو حوزه های هوانوردی یه خورده سخته. من تو کامنت هایی که تو پستتون نوشته بودن که پارتی میخواد و آشنا میخواد، حداقل الان به جرئت در مورد شرکتی که خودم دارم فعالیت میکنم به جرئت میگم که این آیتم صادق نیست. ولی متاسفانه حوزه کاری زیاد جذب نیرو ندارد. نه اینکه ندارد، چرا دارد، ولی نه اینکه ما بگیم 100 تا دیسپچر داریم هر 100 تاشون که فارغ التحصیل شدن میتونن جذب بشن. البته تو خب تو کل جامعه ما هم همینجوریه، اون کسی که مهندسی کامپیوتر هم حتی میخونه خب یه سری مراحل داره، یه سری نالجا میخواد، یه سری اکسپرینس ها میخواد که بتونه جذب کار بشه. ولی به قطع یقین میتونم بگم دیسپچری که فارغ التحصیل باشد و باسواد باشد قطعا جذب میشه. خیلی ممنونم. یه نکته دیگه، توی بخش های مختلف صنعت
میبینیم که خب کوره پروازی که همیشه توی هواپیمان و در پرواز، گاه هم پیش میاد که هواپیماها و پروازها فلایت مکانیک هم داشته باشن، یعنی مهندس داخل پرواز، که خب حالا به دلایلی توی پرواز بودن. آیا پیش میاد که دیسپچر پروازی هم داشته باشیم؟ معمولا شرکت هایی که تازه تأسیس میشن توی پروازها چون بیس دیسپچ ندارن توی شهرهای مختلف، یه دیسپچر رو آنبورد پرواز میفرستن برای حالا کار اساسی که انجام میدن، فایل فلایت پلن است، و مخصوصا مسیر پروازی که جدید باشه معمولا به صورت روت چک دیسپچرها میرن که مسیر پروازی رو که از قبل پلن کرده بودن رو ببینن که چه شرایطی داره، چه محدودیت هایی میتونه باشه، چه ریسک هایی میتونه داشته باشه. ولی معمولا برای پروازهای خارجی یه دیسپچر برای هدف اصلی که فایل فلایت پلن هست تو اون فرودگاه فرستاده میشه. پس این امکان وجود داره، خیلی جالب شد. یه سوال دیگه هم که من دارم، داریم به انتهای بحثمون هم میرسیم، یه دیسپچر توانایی هماهنگی چند تا پروازو داره؟ به طور مثال میخوام خدمتتون عرض کنم، مثلا میگم برای بحث مکانیک و کسانی که هورتوز مهندس تعمیرات کار میکنن، مثلا میگن آقا 5 نفر روی یه هواپیما کار میکنن، دیسپچر بشه شکلیه، آیا مثلا 5 تا دیسپچر برای یه پروازن یا نه یه دیسپچر برای مثلا 5 تا پروازه، یا اصلا همچین مدلی آماری صحیح هست گفتنش یا نه؟ میتونه اینجوری حساب کتاب بشه که برای یک هواپیما چند نفر دیسپچر اسائن بشه، ولی به صورت توتالی اگر کلی بخوایم حساب کنیم، چون تقسیم وظایف شده توی دیسپچ، نمیتونیم بگیم یک دیسپچر همزمان مثلا 10 تا پرواز رو داره هماهنگش انجام میده. به عنوان مثال یک فولدر پروازی که عرض کردم تو اراضی قبلی خودم، یک فولدر پروازی برای اینکه تهیه بشه چندین نفر از منابع مختلف یک سری اطلاعات رو میگیرن و در آخر به صورت واحد تحویل کوره پروازی داده میشه. ولی اگر بخوایم بگیم توانایی هر نفر توانایی هماهنگ چند پرواز رو داره، نمیتونیم بگیم قطعاً، چون کارایی پایین تر میاد و برای اینکه این کارایی رو بهره‌وری رو بتونیم افزایش بدیم، تقسیم وظایف رو انجام میدیم که بتونیم مدیریت بکنیم تعداد پروازهای زیاد رو. آره متوجه. ممنونم از شما. برسیم به سوال آخرمون. چه پیامی برای دانشجویان حال حاضر رشته هوانوردی و حالا علاقمندانی که در صدد انتخاب این رشته هستن دارید؟ یه نکته بگم، این برنامه‌مون با هدف اطلاع صنعت هوانوردی و بخش های مختلف و شناسایی این بخش ها به عموم مردم داره تولید میشه. لطفاً یه ذره بهمون امید و انگیزه و انرژی بدید. پیام که بهتر بگم، خواهشی که دارم از تمامی افرادی که حالا به دنبال دیسپچری میرن، ثبت نام میکنن، دورهای دیسپچری 5-6 ماهه بستگی به اون آموزشگاه داره میگذرونن، قطعا مسلط به تمامی دروسی باشن که تو اونجا تدریس شده، مسلط به قوانین روز دنیا باشن، خودشون رو بتونن آپدیت و به روز نگه دارن، که اگر این اتفاق بیفته قطعا هم جذب در صنعت هوایی براشون راحت تر خواهد بود و هم جا برای پیشرفتشون بیشتر خواهد بود. امیدوارم که با همت زیادی بتونن کاری رو که انتخاب میکنن اگر دیسپچری هست به سرانجام خوبی برسونن. درود به شما. من از حرف پایانی، سخنی، حرفی، حدیثی اگر؟ تشکر میکنم از شما، تمامی همکارانتون که این فرصت رو دادید که شاید یه سری از کم و کاستی هایی که توی سیستم هست یا یه سری مزیت هایی که توی سیستم بوده رو توی این گفتگو به صورت واضح صحبت بکنیم. مرسی از شما، ممنونم از همکارانتون، تشکر میکنم از تمامی مدیران و معاونینی که نه تنها تو ایرلاین ما بلکه تو همه ایرلاین ها که به نیروهای جوان بها میدن و باعث
هم رشد خود اون نفر و هم رشد مجموعه شرکت هواپیمایی میشه. یه تشکر ویژه میکنم از همکار عزیزم که به من این فرصت رو دادن که خودم رو بتونم توی این صنعت نشون بدم، بتونم به جاهایی که خیلی علاقه داشتم برسم و بتونم خودم رو اثبات بکنم. خیلی توی کلام اگر بخوام خیلی راحت بگم، بتونم خودم رو اثبات کنم. تشکر میکنم همه از همه دوستانی که توی هواپیمایی آتا حامی بنده بودن، بنده رو حمایت کردن، اگر کوتاهی هم بوده با راهنمایی هاشون ما رو بهره‌مند کردن، از اساتیدی که به من یاد دادن که تو حوزه خودم چجوری کار کنم، چجوری مدیریت بکنم مشکلاتم رو. ایشالله که صنعت هوایی کشورمون هر روز رو به جلو پیشرفت کنم. خیلی ممنونم، درود بر شما. من هم به نوبه خودم از طرف مجموعه تراتل و کن نیوز تشکر میکنم از حضورتون. واقعا اینکه حضور پیدا کردید واقعا برامون با ارزشه، باعث شدید که ما به این وعده خودمون هم جامعه عملی بپوشونیم. آرزو موفقیت میکنیم برای شما و همکارانتون و همه دیسپچرهای عزیزمون. امیدوارم که هر روز بدرخشید، بی‌نظیر باشید و حالتون حال خوبی باشه در کنار سلامتی که ایشالله همیشه داشتید و دارید و خواهید داشت. یه تشکر ویژه هم از شما بینندگان عزیز برنامه تراتل میکنم. ممنونم که تا این لحظه همراهمون بودید. دیدید این حوزه دیسپچری رو هم بهش پرداختیم. کماکان برنامه های دیگه و هدف های دیگه برای رسیدن در برنامه تراتل وجود داره. اگر شما هم مد نظرتون هست که کسی رو دعوت بکنیم روی این صندلی در کنارمون بشینه یا از طریق لایو با ما همراه باشه، حتما بهمون پیام بدید و فرد مد نظرتون رو، حوزه مد نظر که دارید رو بهمون اطلاع بدید. همیشه و همواره با این دید به پیام ها و پیشنهاد های شما نگاه کردیم که مثل یک چراغیه که در راهمون روشنایی برای ما به وجود میاره و ما رو کمک میکنه که توی راهمون موفق تر باشیم و بتونیم نظرتون رو بهتر و بیشتر جلب بکنیم. یه تشکر ویژه باید بکنم از همکاران عزیزمون در حوزه روابط عمومی و مدیریت شرکت هواپیمای آتا، آقای اسعدی عزیز و آقای دکتر فتحی و آقای کاپیتان جایدری. انگار به نوعی هماهنگی های برگزاری این قسمت از برنامه تراتل رو با دوستان کشیدیم و یکی از حالا اهالی حوزه دیسپچری صنعت هوانوردی ایران عزیزمون رو دعوت کردیم و در خصوص این موضوع هم صحبت کردیم. فکر میکنم وقت برنامه داره تموم میشه تا یه دیدار دیگه، یک گفتگوی دیگه و یه برنامه تراتل. همتون رو به خدای بزرگ میسپارم. هفته خوبی رو سپری کنید. امیدوارم که شب و روز هر کجایی که هستید بی‌نظیر باشه براتون. خدا نگهدار.